درود و عرض احترام خدمت یاران عزیز و با محبت کانال یوتیوبی یادگیری امیدوارم حالتون خوب و لبتون خندون باشه فکر میکنم حدود 7-8 ماه پیش یه ویدیو توی اینستاگرام گذاشتم و اسمش رو گذاشتم چرا آلمانیا خونه نمیخرن حدود 300 هزار بار هم دیده شد و کامنت های بسیار جالبی گرفتم خیلی ها مخالف بودن و حتی مسخره کردن این حرف رو و خیلی هم چون آگاهی رو داشتن که در مورد چی دارم صحبت میکنم کامنت مثبت خوبی گذاشتن حالا چون توی یوتیوب ما امکان بهتری داریم برای ویدیوهای طولانیتر و آدم که حالا می‌ذارم من میذارم بیشتر حواسشون جمع و دنبال چیز یاد گرفتن هستن بیشتر توی یوتیوب هستن میخوام توی این ویدیو یک سری موارد رو توضیح بدم که چرا این حرف رو زدم و این ویدیو پر هست از اطلاعات خوبی که برای کسانی که میخوان آپارتمان یا خونه در کشور آلمان بخرن اطلاعات مهمی برای انتخاب ملک صحیح رو در بر خواهد داشت پس با من همراه باشید قبل از اینکه بریم سراغ اصل مطلب دو تا خواهش ازتون دارم در اینستاگرام من میخوام بیشتر فعالیت کنم و خیلی اطلاعات رو در اونجا برای شما قرار بدم که بتونم روزانه و سریعتر در خدمت شما باشم به خاطر همین حتما ازتون میخوام که در اینستاگرام به این اسمی که اینجا گذاشتم ما رو جستجو کنید و فالو کنید علاوه بر اون همینجا به این ویدیو هم یک لایک بدید تا الگوریتم ها بدونن که این ویدیو ویدیو خوبی است و به درد خیلی هم میخوره اوکی بریم سراغ این که این حرفی که من گفتم آلمانیا چرا خونه نمیخرن و جوابش این بود که بلد نیستن خیلی هاشون چیه ببینید اینجوری بیاین این مسئله رو بررسی کنیم توی خونواده خودتون توی ایران یا توی افغانستان آیا همه بلدن با پولشون چیکار کار کنن؟ آیا همه میتونن سرمایه گذاری کنن؟ یا آیا بلدن چجوری خونه بخرن؟ در واقع چجوری پول کسب کنن برای خونه خریدن؟ مطمئنم جوابش خیر هست اگر کسی میگه جوابش بله هست مطمئنم یک مشمنی با من داره که این حرف رو میزنه وگرنه واقعا مطمئنا جوابش خیر هست دقیقا اینجام همینه اینا که از کره ماه نیومدن اینا هم انسان هستن و خیلی هاشون بلد نیستن من توی همکارای خودم خیلی هاشون آپارتمان یا خونه ندارن چون واقعا میگه من مثلا نمیدونم از کجا شروع کنم چجوری پول جمع کنم کجا پول جمع کنم برم باوشبار بوخ باز کنم باز نکنم ماشینم رو بفروشم نفروشم به خاطر همین مطمئن میتونم بگم خیلی ها بلد نیستن حالا چیا رو بلد نیستن؟ دوستان عزیز برای گرفتن یا یا خریدن خونه درسته که شرط اول اینه که اقامت دائم داشته باشید شغل داشته باشید و مثلا میگیم از جاب سنتر پول نگیری و اینا که خب برای خیلی آلمانی ها دیگه دو تاش اصلا حله اقامت نمیخواد داشته باشن آلمانی شخص پس چرا خیلی ها نمیتونن خونه بخرن یکی از مهمترین دلایلش اینه که خیلی ها اصلا تمایل ندارن و یا ترجیح میدن پولی که در میارن خرج سفر کنن خرج ماشین خوب کنن خرج لباس های گرون قیمت کنن یا لوازم های خونه خوب داشته باشن نمیدونم قاشق چنگال مارک دار داشته باشن بلوز مارک داشته باشن ساعت رولکس ببندن یا همچین چیزایی خب اون آدما من اسمشو میذارم رو میدن دیگران پول دار کنن و نمیگم هم که تفکر غلطیه مخصوصا اونایی که با پولشون سفرهای خوب میرن من خودم بهشون حسودیم میشه دوستایی داریم 50 تا کشور رو رفتن و ما هم مثلا شاید 10 تا کشور رو کلا باشیم پس اونم فکرشون درسته غلط نیست یکی از همکارای من سه تا ماشین داره حسابی با ماشیناش لذت میبره عشق بازی میکنه ولی آپارتمان خونه نداره نمیگم اشتباه کرده از زندگیش به نحو دیگه لذت برده بچه هم نداره اصلا نیازی نداره که بخواد برای کسی سرمایه گذاری کنه اوکی؟ به خاطر همین میخوام بهتون بگم تفکرات متفاوته حالا بریم سراغ اون چیزایی که میخوام خدمتتون عرض کنم که برای خرید خونه به دردتون بخوره دوستان عزیز این که شما کجا آپارتمان بخری یا خونه بخری به چه قیمتی بخری دیوارش مسالهش از چه جنسی باشه چند طبقه باشه زیرزمین داشته باشه نداشته باشه طبقه زیر شیربونی داشته باشه یا نداشته باشه جنس سقفش از چی باشه چند سال ساخت باشه کدوم دوره ساخته باشه میدونیم که تو جنگ جهانی خیلی ساختمون ها خراب شد بعد از جنگ شروع کردن تونتون ساختن آیا خوبه؟ بده؟ از چه متریالی سقفش ساخته شده؟ پله ها از چه سخ... ساخته شده؟ دو تا نکته بسیار مهمه چرا؟ ببینید توی آلمان یک چیزی داریم به نام جویی انرژی حتما هم شنیدیم توی ایران هم شنیدیم توی افغانستان هم حتما شنیدیم به این مفهومه که شما باید خونت یا آپارتمانت توی سالهای آینده یک سری نکات رو داشته باشه که بتونی بفروشیش که بتونی اجاره بدی که بتونی نمیدونم تعمیرش کنی مثلا میگم اگر شما یه دونه انباو یه دونه اضاف کردن یه تیکه به ساختمون یه خونه بزرگ داری میخوای پنج متر بزرگترش کنی اگر یک سری چیزها رو نداشته باشی اصلا مجوز بهت نمیدن که بتونی اون رو بسازی و اگر شما ندونید این موارد رو باعث میشه که اون ملکی که خریدید نرخ سودش خیلی رشد نکنه نه که اصلا رشد نمیکنه ولی اون یوهویی پول میکنه امکان پذیر نیست چرا چون خونت این امکانات رو نداره این چیزا رو آلمانیایی که رادیو گوش میدن با دوستاشون زیاد حرف میزنن خودشون یه جورایی دستشون تو کار هست میدونن میترسن سرمایه گذاری نمیکنن میدونن خصیصن پول نمیدن به یه متخصص بیاد براشون اینا رو بررسی کنه سرمایه گذاری نمیکنن برای خرید خونه آدمایی که حواسشون جمع هست اقل کم چهار تا از این اه رطوبت سنج ها ارتفاع سنج ها رو با خودشون میبرن تمام دیوارهای زیرزمین رو چک میکنن یه دونه متخصص نمیدونم رطوبت یا محیط زیست یا اینجور چیزها رو میبرن خونه رو چک کنه وضعیت زمینش چیه وضعیت خاکش چیه به این چند تا مثال میزنم سعی کنم سریع بگم که بدونید یکی از بهترین محله های دوسلدورف عالی منطقهش سه چهار سال پیش توی سیلی که اومد و خیلی جاها رو آب گرفت اون منطقه قیمت زمین و خونه هاش یه افت حسابی کرد برای اینکه مردم اونجا تازه فهمیدن خاک اونجا خیلی پیوسته هست و آب رو به خودش جذب نمیکنه یه خوردم همچین توی شیب هست و اگر اونجا دوباره سیلابی صورت بگیره همه زیرزمینا دوباره میره زیر آب و دیگه از الان شرکت های بیمه هم اون خونه ها رو خیلی هاش رو بیمه نمیکنن چون میگه تابلوه که اگر یه بار دیگه سیل اومد نفری 200 هزار یورو مار پیاده کردید دوباره میخواین 200 هزار یورو پیار پیاده هزار کنید اصلا قبولت نمیکنن کسایی که توی بن هستن میدونن خونه هایی که نزدیک راین هست شرکت های بیمه اصلا قبولش نمیکنن چون میدونن ضرر خالیه وقتی که خونهتون نتونی بیمه کنی قیمتش افت میکنه آپارتمان یه سری آپارتمان ها پله هاش چوبیه دیوار ساختمونش زخامتش کمه یا جنسش خوب نیست مثلا ورگ هست یا دیوارهای گچی هستن دیوارهای آهکی هستن اینها همه باعث میشه شما اگر میخواید متریال دمونگ بیارید روش یا همون عایق حرارتی بیارید روش یا مجبورید خیلی زخیمش کنید که خیلی گرونه یا یعنی اینکه مجبور میشید از متریال های خیلی گرون قیمت استفاده کنید که بازم مشخص گرونه و اینا باعث میشه که قیمت خونه اونجوری که باید و شاید رشد نکنه سقف خونه سقف شیرونی باید بررسی بشه یکی از مهمترین نکات چون سقف اگر بخواد عوض بشه شما تصور کنید فقط اینکه داربست بخوان بزنن یه های ده پونزه هزار یور قیمت اینکه این که حالا یه نفر بره سقف رو عوض بکنم کلی پل مزد میخواد بگیره و متریالش هم خیلی گرون قیمت میشه پس اگر آدم ندونه و حواسش نباشه اون سقف میتونه حسابی به درد سر بندازدش حالا توجه کنید یه نفر میگه از اون ور هی میگه برید آپارتمان بخرید از این ور همچین ما رو میترسونی از آپارتمان خریدن بیخیال نمیخوام میخوام آرامش داشته باشم نه 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 حواستون باشه چیزی که الان میخوام بهتون بگم اینه که شما وقتی که یک آپارتمان میخرید مجبورید که یک هاوسگلد پرداخت کنید هاوسگلد یا همون پول شارژ ساختمان این پولی که شما پرداخت میکنید توی یک صندوق ذخیره میشه اون شرکتی که مسئول گرفتن هاوس گلد یا همون هاوس فیوالتون که از مدیر ساختمون هست باید حواسش به همه چی باشه مسئول در برابرش و یه جورایی متخصصه یعنی میاد سقف خونه رو باید بررسی کنه پنجره ها رو بررسی کنه زیر زمین رو بررسی کنه بخاری رو بررسی کنه اینجور چیزا و بر اساس اون اجازه داره پول هاوس گلد رو یک کمی کم زیاد کنه تو خیلی موارد مثلا ما 300 یورو یه جایی پرداخت میکنید آخر سال میاد 2000 یورو هم بهتون برمیگردونه یه زیادیه لازم نداریم برای من خیلی پیش اومده ولی توی بیشتر موارد اینجوری هست که اونا حواسشون هست اشتباه گفتم توی 100 درصد موارد حواسشون هست که ببینن چه اتفاقی میفته که یه وقت شما به درد سر موارد بیمه و اینجور چیزا هم که گفتم ساختمون ها رو اونا موظفن بیمه کنن الان پایین خونه ما درمون شیشه ای شیشه شکسته و ما یه سنت هم ندادیم من مثلا بیمه ای چیزی ندارم و بیمه یه ساختمان مجبوره که پول شیشه رو پرداخت کنه که حتی به نامه هم دادن که بیمه پذیرفته و تا یه چند روز دیگه میان شیشه رو عوض میکنن خلاصه میخوام بهتون بگم وقتی که شما یک هاوس میخرید برای خودتون مسئولیت های خیلی بیشتری بر تون هست یعنی خودتون مسئول اون هستید و وقتی که یک آپارتمان می خرید، پولی پرداخت می کنید که یکی دیگه حواسش به آپارتمان شما باشه تقریبا بین 10 تا 15 یورو من برای آپارتمان هم پرداخت میکنم برای پول ماهانه اون هاوس و والتون یعنی حق کارمزد اونها و بقیه اون پول ماهانه که پرداخت میکنم توی یه صندوق ذخیره میشه که موظفم هستن هر سال برای من یه دونه لیست بفرستن که چه پولایی پرداخت کردی چه پولایی خرج کردیم چه چیزایی ممکنه پیش بیاد چه چیزایی الان پرداخت شده مثلا بخاری پرداخت شده پنجره رو ممکنه بخوایم ده سال دیگه عوض کنیم یا همچین چیزایی اوکی پس الان فکر میکنم به اندازه کافی اطلاعات تو این ویدیو براتون ریختم که خیالم راحت کنید که یه دونه لایک خوشگل میخوام بهم بدید شوخی میکنم لایک رو اگر دوست باشید میتونید بدید هدف اصلی اینه که اطلاعات رو بهتون بدم و به قول فارسی گفتنی یه دونه پدر بیامرزی برای خودم خریده باشم نکته مهمی که میخوام آخر کار خدمتون ارز کنم اینه که حتما اگر میخواید آپارتمان بخرید خواهش میکنم با یک متخصص همراه بشید یه معمار یه دونه برقکار یه نفری که حداقل چهار تا دونه ساختمون رو توی آلمان نه توی ایران نه توی افغانستان تعمیر کرده باشه و بدون چی به چیه بیاد نگاه کنه و این موارد رو برای شما بررسی کنه که یه وقتی خدای نکرده سرتون کلاه نره به درد سر بیفتید اوکی خیلی خوشحال شدم تا آخر ویدیو با من همراه بودید خیلی مخلصیم بدرود